ما که بریم امریکا را فتح کنیم 5% مالیات میگیریم. و زندگی مردم عام امریکا خوب میشه یا خراب؟ خوب میشه. حکومت اسلامی را قبول کن، سرکشی نکن، برو کار بارتا بکن. سلام هموطنان عزیز، وقتتان بخیر. به یکی از دیگر ویدیوهای من خوش آمدید. هموطنان عزیز، بر شما بیاین که با هم یک ویدیو را گوش میکنیم و او ویدیو را میبینیم و او را شاید هر افغان که او ویدیو را بینه در هر گوشه جهان که باشه دیگه، شاید تا که امارات اسلامی که شاید امیدشان از افغانستان بخی دور شود. یک تعداد از مردم ما، بسیار یک تعداد جمعیت زیاد از مردم ما در ولایت های مختلف افغانستان، خصوصا در قندهار و دیگه جای در هلمند دیگه جای میفهمید چی کردن در یک جای یک تالار بزرگ کشتن. اولی ویدیو رو که آدم میبینه آدم فکر میکنه که این ویدیو رو بر شما بی صدا نشان میدم و بعد نشرش میکنم، آدم فکر میکنه اینجا شاید کم فاتیا باشه یا کم محفل باشه یا کدوم گپ دیگه باشه. اما برعکس، مردم دیگه کشور دنیا رو ببینین، در کجا رسیده، ژاپن رو ببینین، چین رو ببینین، این همسایه ما کس، این دیگه کشور رو ببینین، تاجیکستان رو ببینین، همتان دیگه کشور کوچک ببینین با نفوس بسیار کم، دیگه کشور رو ببینین در کجا رسیده، مردم دیگه چی کارهایی نمیگنن. اما متاسفانه یک تعداد بسیار جمعیت مردم زیاد افغانستان ما در چیزهای هستن که آدم میبینه با واقعیت متاثر میشه. این ویدیو رو بین ببینین و ببینین امقه یک تعداد نفر زیاد شدن اونجا، یک چند تا کناری و چیزها رو ماندن که با واش بلاغ بزنه و بیچاره رو شاید نال یک چند تا دیگه کوکا و چیزها رو میگیرن در جنگ میپنن. بسیار متاثر کننده از این ویدیو اول یا دوم اید بوده. این امتان این ویدیویش نه، خود شما ببینین اینا ما قدر مردم میشیشتن، یا خود زندگی ندارن، دیگه کاروبار ندارن، میبینم شاید بسیار مردم پیز ادار یا چیلو باشن، شاید حالا و خاطر یک چهار تا کناری کور آوردن اونجا، یک چهار تا مرغای جنگی را کردن، اینقدر مردم افغانستان یا تیزه یک تعداد کمشان را دقیقه تعداد زیاد اینا تو مردم در افغانستان ما از وقتی که مرات اسلامی آمده باور کنین میفهمه میگن سگ جنگی زیاد شده، اینه میگه مچون دیگه کدام چیل دیگه مرغا را پرتو مچون کوکا پرتو دیگه چیزا را پرتو میگن بی اندازه زیاد شده. خود شما ببینین همه تانایلی شما از افغانستان امید دارین که جور شوه در کدام جای برسه؟ اینه میگه نسبت زمین طالب هست اول خو نسبت دیگه شما مردم عام که نمی کار را میکنن، یکی به یاد بفهمن شما دون پرنده بیچاره قوچی داره. اول خواهر انسان باشه، ایوان باشه، پرنده باشه، هر چیز باشه، اقتصاد حق آزادی داره، او باید برده سر درختان رو موره بخونه. خود اول خود یک جرم رو قید کردن، خود بدون از آن رو قید کردن، خود رو برده خانه دون چی مجبوری دارن که یک تعداد جمعیت بزرگ آمدن تشتن کلشان زای دارن کوچی میکنن. نه بیکاری که بیکاری که نیده میگه بیکاری در کشورهای جهان رو میبینید که یک دقیق خودم میگم ولی بسیار مهم است. اما ما رو ببینید نسل کنید دیگه خود اگر چی بگیم همتان دید بسیار ویدیو متاثر کننده ای را میگم دیگه. خود اگر شما حتما نظریات نشتن که میفتون باشه بر شما برمی شما بدیم که دنیا در کجا رسید، ما در کجا رسید، مردم دیجا چی کارهایی میکنن، این میخوان که روبات ها و چیزا جور کردن میره که انسان وری بیخید دیگه ذهنیت چون انسان وری میخواهش ها و ما رسایی کنین که همدان دوال در مرغ جنگی و کوک جنگی مانده مردم افغانستان. متاثر کننده است. یک ملا را بر شما نشان میدم، این ملا میفهمه چی میگه. میگه اگر ما بالای امریکا حمله کنیم، امریکا را میدانیم بسیار کشور خوبی جور کنیم، میخوای ملای عزیز افغانستان میخوای که امریکا را بگیرن. این طالبای مفکوره را دارن نمتان زید، یک تعداد طالبای مفکوره در سر خود دارن که میگن ما این بالای امریکا حمله میکنیم، یعنی کشورها را کلش میگیریم به خیر یار حمله میکنیم. تو اول کشور خود جور کو با بر غم امریکا را بخور، یا غم تکس امریکا را میخوره که در امریکا قد تکس قد مالیه میگیره. تو اول کشور خود جور کو با بر غم از اون کشورها را بخور. تو اول از خود جور کده نمیدونی مردم خود از گشنگی کشتی نامده غم از یار جور میکنیم، غم در یک کشورها را میخوری. اما دلیل بینی که ویدیو اکشه برتان نشر میکنم خود ما گوش کنیم که آدم چی میگه. ما که بریم امریکا را فتح کنیم 5% مالیات میگیریم. و زندگی مردم عام امریکا خوب میشه یا خراب؟ خوب میشه. حکومت اسلامی را قبول کن، سرکشی نکن، برو کار بارتا بکن. 5% مالیات بده.
ایت سرشان همین ظلمی که فعلا در امریکا سر ملت روان است از همون ظلم نجات پیدا میکنه. ولی این جاهلا نمیفهمند یا همیشه نشان میده گردن برید و میکشه شما را. نه حالا کسی را ما میکشه، قرآن میگه بکش، بله فزر بر رقاب. ما مسلمان ها یا قرآن حکم میکنه کسی را بکش که میجنگه با ما، کسی نجنگه با زندگیش معمنه. حاکمیت دولت اسلامی را قبول کن، جزیه بتی خلا دور خوش. ما دیدین از یک طرف این طالب میگه که ما باید کشور امریکا را بگیرین، باید نگد امارات اسلامی که اصلا برای گفای قصای مفتر از دل خود میزنن مردم خوش میکنن. باز یک طرف دیگه گفتن میشه که در روزای عید اول و دوم سوم عید طالبا بالای زنانه که تنها میرفتن یا در خانه های که دیگه خود میرفتن به خاطر عید مبارکی بسیار به اندازه زیاد آزار اذیت شدن که افغانستان انترنشنال هم بسیار مردم هم در باره لیگ افتاده بود و هموطنان دید. شما که در افغانستان بودین، در شهر کابل که بودین، در ولایت مختلف های شما که در مورد اتفاق را دیدین که کم خانه می امرای شوهر خود کم جای رفته باشه طالبا و آزار اذیت کرده باشن، استاد کپشن که تو چرا میری چرا نمیری، حتما نظرتان در پایین کامنت نوشته کنین که شما چی گفتنی دارین. و هموطنان دید اول یک ویدیو که دیگر که براتون نشان میدم، در این ویدیو ببینید که یکی از فرماندان جبهه مقاومت خالد امیری براتون چی یک پیام داره، شما پیامش رو گوش کنید. من به نمایندگی از همسنگرانم به عنوان یک سرباز از کوهپایه های بدخشان تا جاده های کابل که در حال نبرد با ترورستان هستیم، میخواهم یک بار دیگر در این روز تاریخی به مردم عزیزم که به ما چشم امید بستند تجدید پیمان کنم که ما تا آخرین قطره خون خود به استحکام و گسترش سنگرهایمان در سراسر افغانستان متحد هستیم و تا رسیدن به یک کشور آزاد، آباد، مترقی و برابر برای همه شهروندان افغانستان از هر دین و مذهبی، از هر جنسیت و از هر سمت و از هر قومی به مبارزه ما ادامه خواهیم داد. در پایان مجدداً به روح قهرمان ملی و همه شهدا درود می‌فرستم و از همه مردم افغانستان و جهان می‌خواهم که خطر تروریسم را جدی گرفته و در حمایت از مقاومت برحق ما علیه تروریسم در کنار ما باشند. و السلام علیکم و رحمت الله. ما مدی فرمانده را شما گوش کردین. اینال میفهمین که در افغانستان همه روزه گروه های خارجی هم روز به روز زیاد شده میرن، تمام گروه هایشون آمده میرن در افغانستان، کوشش دارن که افغانستان اشغال کنن، از بین برن، بدون افغانستان میخواین که عملات خود دیگه کشورها کنن. ایره من نمیگم، ایره امریکا میگه و سازمان استخبارات امریکایی گپ میزنه، ایره من دل خود نمیگم. اما تنان عزیز باید این گپ زبیولا مجاهد تویت کرده گفته گپشان بخی دروغ است، افغانستان یک داعش وجود نداره. خو خیلی ولایت ها هرات، کابل، قندهار، جلال آباد، این چیزا خیگان دفکی ها میرن عملیات میکنن، خدر رفرها رو میدن، خی بگنه ها رو میکشن. خب چرا صوبش میرن که ولی که معامله داعش دادیم؟ خی تو خب میگی داعش نیل در افغانستان، یک فیصد هم میگی نیل. خی خی مردم بگنه شما میرین سر خانهایشان عمله میکنین، مردم بگنه شما میکشین. خیلی خیلی یک جواب خیبر بیادر تو میگی دایش نیل. از یک طرف امریکا میگه نه دایش هست، از یک طرف بایا میگن نه دایش نیست. خیلی تو کی رو میره میزین از بین میکشین؟ اونی بخیلی که سوال هست هموطنان دی بودر زمین شما پرسان کنین بدون مدلاغ. مردم افغانستان متاسفان خاموش هستن، چوب پسنه پرسان نمیکنن از ظلم کسارشان شد، نمیفهمیم که چرا این قسم مردم ما شدن. و یک گپ در یک شما خبر دارین که طالبا گفتن ما سعی است که افغانستان را گرفتیم، اما ما نمیتونیم که تایرای بیسرنشین امریکا را، تایرای دیگه شون که در افغانستان در شهرهای کابل و مختلف ولایت های افغانستان گشت گذار میکره و مقابلشون را کدوم چیزی کنیم، یعنی بگیریم نمانیم شنم. و همتان طالبا به این تصمیم شدن یا خودشون یک راکت جور کنن وقت تایر امریکایی بیا وارا از بین ببرشون از سرنگونشان کنن، یا که میخوان از کدام کشور امسایه مثلا از کدام کشور از خوب زیادتر 95% میفهمین پاکستان از او میخواین البته کنم سلاح و چیز بخورن باز تایره بیسرنشین بیای وارا بزنن. تو یک تایره بیسرنشین امریکا رو بگو بزن سعی که بگو چی جورت میکنه، غیرت چه نداره. اول خوب ببینیم کدام کشور بیا میتا خونه مقدر که وزیر دفاع طالبا گفته که ما میخواییم باید قوی کنیم خدا نمانیم داستمان ما تایره بیسرنشین از یا بگرده و از امریکا هم انتقاد کله بود. شما چی را در دارن؟ آیا طالبای کار کردن میتانن یا نمیتانن؟ یک ویدیوشون که یک چند وقت پیش که ما مرده بودم، یک دو سیمو پیش
که نشان دادن که طالبان چرا قمیل دادن تیارار همراه مرمی ها میل دادن که ولی بر اصلاو تیاره قبالا بود ولی گروز داده بتانند. خب همتنان دی شما اتما نظرگیات انتقادات و پیشنهاداتان در پایین کمن نشته کرین و اینی هم نستایم هسته شما میتونید که اسکن کرین رسانات در نستایم میرین و اونجا هم مرا فولو کرین در فیسبوک هم در پیچ مرا فولو کرین و ویدیو جالب هم بر شما میرم شما اتما چانل سبسکرایب کرده و لایک علیات تنرا و تشکر کردی که ویدیو مردیدین. زنده باد افغانستان.